در هفتم سپتامبر سال 1967 در آلاموسا در کلرادو یک اسب 3 ساله به نام اسنپی گم شد. مالک اسب سریعاً شروع به جستجو برای یافتن اسب کرد، اما جستجوهای او به کشفی بسیار مهیب و معماوار منجر شد. جسد اسنپی در واقع ناقص شده بود و تقریباً مانند یک جراحی بسیار دقیق به نظر می رسید. آزمایش هایی که بر روی جسد انجام شدند نشان دادند پوست و خون اسب با دقت بیرون کشیده شده، قلب و مغز اسب نیز مفقود شده بودند و به طرز عجیبی مایه ستون فقرات جسد هم بیرون کشیده شده بود. مرگ اسنپی تمام جامعه را شوکه کرد، اما چگونگی مرگ او کاملاً در حاله ای از ابهام فرو رفته، به طوری که حتی تا به امروز هم مشخص نیست که چگونه چنین اتفاقی افتاد. از آن زمان تا کنون 50,000 مورد مشابه دیگر از مرگ حیوانات در سراسر دنیا گزارش شده که همگی دقیقاً مانند اسنپی جان باخته بودند. اگرچه احتمالاً تعداد این مرگ و میرها حتی بیشتر از این هم بوده، اما در مورد همگی آنها گزارش منتشر نشد. در دهه 1970، همانطور که تعداد دام‌های ناقص شده روز به روز افزایش می‌یافت، گله‌داران هم بیشتر و بیشتر متحیر می‌شدند، زیرا این حیوانات روز قبل کاملاً سالم و زنده بودند و به طور ناگهانی مرده بودند. آن هم در حالی که بدن حیوانات به روشی غیر طبیعی بریده شده بود و بخش‌های به خصوصی از بدن طوری جدا شده بودند که مانند یک جراحی دقیق به نظر می رسید. لطفاً قبل از تماشای این ویدیو چنل را سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما زنگوله را فعال کنید تا از آپلودهای بعدی ما با خبر شوید. سوال اینجاست که واقعاً چه اتفاقی در حال رخ دادن بود؟ لیندا هاو، تهیه کننده ی تلویزیون و محقق UFO که 30 سال است معمای قطع عضو حیوانات را دنبال می کند، می گوید: من شروع کردم به پاسخ آخر برسم که بالاخره این حیوانات چه شدند. وسب‌ها، گاوها و سایر حیوانات اهلی که با روش مشابه قطع عضو شده و بدون خون پیدا شدند، دقیقاً چه بلایی بر سرشان آمده؟ من 266 عکس از سوژه‌های مختلف را در اختیار داشتم و اولین چیزی که احساس کردم عصبانیت بی حد بود و بعد بسیار نگران شدم و ترسیدم. سپس زمانی که با کلانتر به صحبت نشستم، او به من گفت: لیندا، ما با یک بیماری غارتگر و یا پنجه‌های شیطان روبرو نیستیم. ما با موجوداتی روبرو هستیم که از فضا به زمین می‌آیند. در اینجا باید اشاره کنم چند توضیح وجود دارد که چرا فضایی‌ها می‌خواهند دام‌ها را جراحی کنند. یکی این است که آنها به دنبال غذا می‌گردند. دیگری این که آنها به دنبال اطلاعاتی درباره ارگانیسم ستون فقرات هستند و توضیح دیگر هم میتواند این باشد که آنها به دنبال نوع به خصوصی از مواد ژنتیکی برای منظوری خاص هستند. اما لیندا هاو بیان می کند نزدیکترین توضیحی که تا به حال به آن رسیده از مردی بوده که اطلاعاتی دقیق و البته مشاهدات شخصی درباره حیواناتی که ناقص شدند داشته. این مرد از موجوداتی غیر انسان گفته که آنها را در محل کار خود که اتفاقاً بخشی دولتی هم بوده مشاهده کرده. او به لیندا توضیح داده بهترین جوابی که میتواند بدهد این است که ناقص کردن دام‌ها در واقع نوعی فصل برداشت ژنتیکی است. اما با گفتن فصل برداشت ژنتیکی سوالات بزرگتری به وجود می آید. چرا یک فصل برداشت ژنتیکی از زمین وجود دارد؟ اصلاً چه چیزی قرار است با این فصل برداشت ژنتیکی ساخته شود؟
پاسخ به این سوالات در لابلای اسناد و متون باستانی نهفته، در جایی که ما با داستانهایی بسیار کهن درباره موجوداتی با ساختاری شبیه به فرانکشتاین روبرو می شویم. ما متون باستانی گسترده ای از مصر باستان در اختیار داریم که همگی به طور واضح می گویند دسته ای از خدایان موجوداتی پیوندی و ترکیبی را خلق کردند. در حکاکی‌ها و سازه‌های مصر باستان هم شما می‌توانید موجوداتی را ببینید که بدن آنها کاملاً انسانی است ولی سرشان از حیوانات مختلف تشکیل شده. اینها موجوداتی هستند که در مصر باستان به عنوان خدایان شناخته می‌شدند، اما در مورد آنها گفته شده ابتدا انسان بودند و سپس به خدا تبدیل شدند. البته این موجودات نیمه انسان و نیمه حیوان در تمدن‌های کهن‌تر از مصر نیز وجود داشتند. بر اساس گفته باستانشناسان، سومر که اولین تمدن بشری بود، اولین فرهنگی هم بود که به خدایانی از آسمان‌ها اشاره کرد. این خدایان همانطور که می‌دانید آنوناکی نام داشتند که نام آنها به این معنی است: آنها از بهشت آمدند. اگرچه خدایان آنوناکی خود ظاهری کاملاً انسانی داشتند، اما نکته اینجاست ایگیگی‌ها که مخلوقات خدایان آنوناکی بودند ظاهری نیمه انسان و نیمه حیوان داشتند. سوال اینجاست که آیا شواهد و مدارک فیزیکی هم از این موجودات دورگه نیمه انسان و نیمه حیوان وجود دارد؟ اگر وجود دارد، آیا ما نباید تا کنون حداقل یک نمونه از بقایای اسکلت آنها را پیدا می کردیم؟ شاید پاسخ در مصر و در سقاره یافت شود که محل استقرار کهن‌ترین هرم مصر است. در سال 1851، محقق برجسته و مصر شناس فرانسوی آگوست مریت مقبره عمیقی را یافت که متعلق به گاو نر مقدس اپیس بود. درون این مقبره دو سنگ قبر مهر و موم شده و دست نخورده وجود داشت. وقتی مریت سنگ ها را برای اولین بار گشود، محتوای درون آن باعث شوکه شدن و حیرت او شد. زمانی که مریت و تیمش سنگ قبرها را برداشتند، گاوی درون آن ندیدند و به جای آن یک توده سیاه رنگ پیدا کردند که شبیه به نوعی قیر یا آسفالت بود و درون این توده متعفن خورده های استخوانی را پیدا کردند که از 7 نوع حیوان مختلف تشکیل شده بود و تا حدود زیادی لهیده شده بود. بر اساس متون کهن مصری، نوعی هیولا در زمان مصریان وجود داشته که احتمالاً کاهنان معبد مردم را تشویق کردند تا این موجود را تکه تکه و نابود کنند و استخوان‌هایش را له کنند و آن را درون توده‌های متعفن سیاهی که دقیقاً مشخص نیست چیست بگذارند. سپس آن را در زیر پوششی به وزن 80 تن قرار دادند. اگرچه در سراسر مصر ما می توانیم بقایای مومیایی هر نوع حیوانی را پیدا کنیم، اما در سقاره تابوتی را یافتیم که حاوی استخوان‌های له شده موجودی عجیب و ترکیبی است. موجودی که ما اصلاً نمی‌دانیم چه بوده. شاید این هیولایی شبیه به کایمرا بوده که در متون یونان باستان به آن اشاره شده. موجوداتی همچون کایمرا در متون و داستان‌های تمامی تمدن‌های باستانی حضوری پررنگ داشتند. حتی در ایران باستان نیز می‌توان نمونه‌هایی از آنها را دید، اما کشف مقبره‌ای گود و بسیار عمیق که موجود درون آن استخوان‌هایش کاملاً له شده، می‌تواند به این معنا باشد که مصریان باستان در حقیقت می‌خواستند که آن موجود عجیب و غریب پس از مرگش دیگر هرگز باز نگردد. لازم به ذکر است دوره‌ای در سلسله باستانی مصر وجود دارد که در آن دوره نیمه خدایان بر مردم حکومت می‌کردند. منظور من این نیست که این نیمه خدایان در کنار فراعنه بودند. نه، این نیمه خدایان خود به تنهایی حکومت می‌کردند و در زمان آنها اصلاً فرعونی وجود نداشت. عجیب اینجاست تا
تا به همین لحظه که شما در حال تماشای این ویدیو هستید، هیچ مقبره و بقایایی از حکمرانان آن زمان مصر باستان یافت نشده. یعنی ما اصلاً هیچ جسدی از هیچ فرعون و هیچ انسانی که مربوط به دوره حکومت نیمه خدایان باشد پیدا نکردیم. می توانید تصور کنید این موضوع چقدر عجیب است؟ چون ما اصلاً نمی دانیم فرمان روایان نیمه خدای مصر واقعاً که بودند. فقط شواهد اندکی در اختیار داریم که نشان می دهند مصریان باستان آنها را حکمرانان مصر معرفی کردند. اما اینکه آیا آنها انسانهایی همانند شما و دیگر افراد جامعه بودند چیزی نیست که ما بدانیم. حتی نمی دانیم که آیا آنها موجودات پیوندی و ترکیبی بودند یا نه. ما به معنای واقعی کلمه هیچ چیزی در مورد آنها نمی دانیم. ولی اگر تمدنهای کهن این نیمه خدایان پاسخ دهنده تمامی سوالات ما باشند چه؟ اگر نیمه خدایان صاحبان علوم پیشرفته امروز ما و حتی بیش از آنچه که ما امروز می دانیم باشند چه؟ اگر آنها قفل دی ان ای را گشوده باشند و تولید مثل موجودات نیمه انسان و اتصال ژنتیکی را ایجاد کرده باشند چه؟ واقعا چرا باید وجود موجودات دورگه تا این حد شگفت انگیز باشد؟ اگر شما از زاویه دیگر به وجود آنها نگاه کنید متوجه می شوید که امروز نیز ممکن است ما در حال خلق دوباره آنها باشیم، چرا که ما توانایی تولید موجوداتی همچون آنها را داریم. این خلقت واقعا داستان خود فرانکشتاین است. فرمان روایان حکیم مصر باستان در هزاران سال پیش دی ان ای حیوانات و انسانها را با هم مخلوط کردند، ولی نه به مدت 10 یا 20 سال، بلکه آنها برای هزاران هزار سال روند خلقت این دورگه ها را تکرار و تکرار کردند. حقیقت این است که ما در جهان هستی تنها نیستیم، یعنی هیچ وقت تنها نبودیم و موجوداتی هوشمند و غیر انسان به دلایلی در سیاره ما دخالت هایی داشتند که دلیل آنها هنوز به طور قطع برای ما مشخص نیست و همین مشخص نبودن است که انسان را نگران می کند و ترس در دل ها می اندازد. با این حال با کمی بررسی می توان دلایلی را ارائه داد. برای مثال ممکن است هدف آنها ارتقای بشریت بوده باشد تا بشر از یک موجود دوپای کاملا بدوی که حتی نمی دانست باید لباس برتن کند به انسان خردمند امروزی تبدیل شود. این موهبتی است که در اختیار ما قرار گرفته و ما باید شکرگزار آن باشیم. شاید آن موجودات از سوی خالق حقیقی جهان هستی به زمین آمده باشند. از زمانی که آنها پا بر زمین گذاشتند، زندگی در زمین دچار تنوع، اندازه و فرم‌های شگفت انگیز گوناگونی شده که این تنوع بی‌نظیر را می‌توان از عمق ژرف‌ترین اقیانوس‌ها گرفته تا قله بلندترین کوه‌ها یافت. اما این صف طولانی فرم‌های مختلف زندگی را که ما امروزه در وجود انواع و اقسام موجودات می‌بینیم، تنها بخش کوچکی از آن چیزی است که در طول میلیون‌ها سال حیات این زمین وجود داشته. به طوری که دانشمندان برآورد کردند 97% موجوداتی که در طی تمام دوران وجودیت زمین بر روی این سیاره زندگی کردند، اکنون صدها یا حتی تا هزاران سال است که به طور کلی منقرض شدند. تقریبا همگی دانشمندان امروز معتقدند که 6 انقراض عمده در طول تاریخ عمر زمین اتفاق افتاده که آخرین این انقراض‌ها 65 میلیون سال پیش رخ داد و انواع بسیار گوناگونی از دایناسورها را از صفحه روزگار محو کرد. دیرینه شناسان این وسعت بزرگ انقراض را به اتفاقات طبیعی همچون اصابت شهاب سنگ ها، سیل و طوفان ها، پایین رفتن سطح دریاها و یخبندان های گسترده نسبت می دهند. اما همگی این عقیده را باور ندارند. در واقع یک تئوری عجیب و در عین حال منطقی وجود دارد که با ارائه جزئیات بسیار دقیق می گوید تمامی انقراض‌ها که تاکنون رخ دادند به دست بیگانگان باستانی ایجاد شدند. اما آیا واقعاً اینطور است؟